در ادامه ما همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، ابتدا به صحبت‌های جان کربی بپردازیم که گفته در متن پیشنهادی اروپا شکاف‌هایی الان وجود داره. آیا ممکنه که این شکاف‌ها باعث بشه مذاکرات بار دیگر به بن‌بست بخوره؟ مذاکرات در بن‌بست قرار داره. آقای جان کربی خیلی دیر از خواب بیدار شده و یا بیدار شده و نمیخواد یا نمیخواسته این شکاف‌ها رو ببینه. دیپلماسی دولت آقای بایدن در یک وضعیت انکار وجود داره، شبیه بیماری که همه عوارض بیماری رو احساس میکنه ولی باز با اصرار میگه که نه، من حالم خوبه و هیچ مشکلی ندارم. دیپلماسی اتمی دولت آقای بایدن فاقد دندان بوده و بختی برای به نتیجه رسیدن نداشته. حالا تدریجاً فشارها رو دولت آقای بایدن بیشتر از پیش احساس میکنه ولی هنوز از اعتراف به وجود بن‌بست خودداری میکنه. اون چی که امضا خواهد شد، اگر امضا بشه، روزی بعد از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا، شبیه برجام نیست. شاید نکات مشترکی درش باشه ولی یک توافق تازه خواهد بود. این توافق کی با جمهوری اسلامی به امضا میرسه، هیچ کس قادر به پیشبینی این وضعیت نیست. چقدر تلاش‌های اسرائیل رو فکر می‌کنید که در این مسیر مثمر ثمر بوده که این مذاکرات صورت نگیره، توافق صورت نگیره؟ چون تایمز اسرائیل از قول یایر لاپید گفته دیگه اصلا مذاکرات فعلا بر روی میز نیستش. یکی از عوامل امضا نشدن این توافق اسرائیل بوده. دیپلماسی اتمی اسرائیل برخلاف آقای بایدن دارای دندانه و دندان تهدید نظامی بود. آمریکایی‌ها نمی‌خواستن یک درگیری نظامی تازه در منطقه شکل بگیره، اون هم علیه کشوری که در یک منطقه استراتژیکی با اهمیت دنیا قرار داره. و اسرائیلی‌ها با تهدید به توسل به نیروی نظامی برای بازداشتن جمهوری اسلامی از ساختن بمب اتمی، دولت بایدن رو زیر فشار قرار داد و این یکی از همونطور که گفتم عوامل بسیار بسیار مؤثر بود در متوقف کردن بایدن از امضای توافقی با جمهوری اسلامی. در کنار این البته باید فشار کنگره رو هم در نظر گرفت و همینطور کشورهای منطقه دیگه من جمله عربستان سعودی. از طرفی بسیاری هم بر این عقیده دارن که ادامه مذاکرات موکول خواهد شد به بعد از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا. این رو چطور می‌بینید؟ لااقل با شما چند بار، با همکاران شما بیش از 50-60 بار در این 8-9 ماه اخیر من اصرار داشتم که این توافق قبل از انتخابات آمریکا به نتیجه نخواهد رسید. انتخابات البته یکی از موانع، ولی خیلی ساده انگارانه خواهد بود که و توجیهی براش واقعا وجود نداره که جمهوری اسلامی در این وضعیت کمتر از حدود 2 ماه تا انتخابات 8 نوامبر کنگره آمریکا دست بزنه به عملی و اقدام بکنه به امضای توافقی که عمرش بیشتر از 2 ماه میتونه نباشه و تکلیف اون هنوز روشن نیست که آیا با یک کنگره در اختیار جمهوری خواها رو بروس یا با کنگره‌ای که لااقل در یکی از 2 مجلس دولت بایدن بتونه اکثریت یا حفظ بکنه یا اون رو به نوعی به تعادل برسونه که بتونه با جمهوری اسلامی به توافق برسه. این انتخابات قبل از 8 ماه نوامبر و بعد از روشن شدن نتیجه انتخابات به نظر من کاریست بدون توجیه برای جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی بهانه‌هایی که میتراشه فقط برای وقت کشی است تا تکلیف انتخابات آمریکا روشن بشه. متشکرم از توضیحاتتون. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو همراهمون بودید.